باید شازده باشه، عاشقون دل و باخته باشه، واسه عروس دل نازو که ما 2-3 میلیونی اندوخته باشه. یکیشون خیلی خوبه، یکیشون خیلی خوبه، همه گی بگین ماشالله ماشالله. خدا قسمت بکنه، خدا قسمت بکنه برای شما ایشالله. واسه دختر شما، واسه دختر شما خواستگارای اومدن، همشون با هدیه ها، همشون با هدیه ها دست به دست اومدن. این یک نوروزتون مبارک. خیلی عالی بودش، آهنگ قشنگی رو انتخاب کرده. خیلی آهنگ شاد و خوشگلی. آقای شمعی‌زاده به نام داماد، ایشالله که همه داماد بشن. آقای شمعی‌زاده عزیز، ایشالله که هر جا هستین در صحت و سلامتی و شادی باشین. بله، این آقای شمعی‌زاده، استاد حسن شمعی‌زاده، خیلی اثرهای خوبی به جا گذاشتن و من عاشق کاراشون هستم. یعنی هر یه کاری که میسازن این اصلا غیر ممکنه به حساب نگیره یا شما نخواهی گوش کنی. یه کاری میکنن که شما مثلا مثل همین داماد مثلا میخونن، آدم دوست داره گوش کنه. من ببینه قراره مثل یه قصه است خیلی دوست داره. اون که اصلا شاهکار بود. اصلا شاهکاره اون گیتاره. به هر جهت ما امشب قراره یکی از دوستان خوب، هنرمندای خوبمونو بیاریم روی خط، سرژیک نازنین. آقای سرژیک عزیز، اگر اجازه بدیم بریم یه دونه از آهنگای قشنگشونه که ملایمه به نام چیکار کنم، بله، اگه اتاق فرمان آماده است پخش بکنه، من سرژیکو بگیرم بیارم رو خط ازش جلوی هموطنان در جلوی دوربین از سرژیک عزیز سوال کنیم ببینیم از کجا شروع کرده این کار هنری. بریم ما هم ببینیم. برگردیم منتظر. صحبت نمیخوام، توی چشمام چشم بدوز، با آتیش من بسوز، قسم به هرچی عشقه دوست دارم من هنوز. قسم به هرچی عشقه دوست دارم من هنوز. تمام شب منتظر طلوع یک ستاره، از این خطی عشق گلدونه بی بهاره. تمام شب منتظر طلوع یک ستاره،
دلم از این قطعی عشق گلدون بی بهاره. تو که رفتی به احساسم خندیدی، شکستن و تو تنهایی ندیدی، چه بیهوده به دنبالت دویدم، صدات کردم صدامو تو نشنیدی. نه یک پیغوم نه یک نامه، تب عشقت تو چشمامه، توی چشمام چشم بدوز، با آتیش من بسوز، قسم به هرچی عشقه دوست دارم من هنوز. آقای سرجیش، هموطن عزیز، خوب ما در شبکه جهانی تلویزیون امید ایران یکی از هنرمندای خوب الان داریم که واقعا بچه خوب بسیار. بچه به حساب، یعنی تو دل همه میره بس. انقدر این بچه نازنین و عزیزه. سرجیک عزیز رو خط داریم الان، بیننده عزیز ما. سرجیک جان سلام، من در کنار خانم نادیا هستم. سلام سرجیک جان. سلام از بنده است قربی جان، نادیا خانم عزیز و نازنین، همچنین مریم خانم گلی که اون پشت هستیم. سلام شما فرمان هستم. بله بله، سلام میکنم به همه تون، امیدوارم خوب باشین، خوش باشین، سلامت باشین. مرسی. و در این روز بارونی قشنگ که قرار یکی دو سال دیگه میگن باران شدت بگیره و نمیدونم طوفان بیاره چی، ولی ما فعلا خبری از طوفان نیست، طوفان عشق فقط هست اینجا. پرویز و نادیا جان خوب باشی، سلام بکنم به تمام بیننده ها، هر چه که هستن و دارن این صدا رو میشنون، به همه تو سلام عرض میکنم. مرسی سرجیک جان، خیلی خوشحال هستیم که شما رو رو خط داریم، چون هموطنان ما میدونی که سابجک برنامه ما اسمش هست بهترینا در غربت، و این بهترینا در غربت وظیفش اینه نسبت به هنرمندا، چون که ما نمیتونیم همتون رو دست جمعی دعوت کنیم اینجا و ازتون قدردانی کنیم، البته خود شما میدونی که امکاناتش نیست، به خاطر همین آرتیستامون و هنرمندای عزیزمون رو ما تصمیم گرفتیم با خانم نادیا هفته یک بار از شما نازنینا، از شما به حساب کسایی که زحمت کشیدین برای این موزیک که از این ور سرازیر شده اون ور و این پل ارتباطی برقرار شده در رابطه با ایران، بیاریم بهتون خط و چند تا سوال ازتون بکنیم، ببینیم از کجا شروع شده این فعالیت هنری، کی کار به حساب حرفه‌ایتون شروع شده، اگر فکر میکنید خودت یه مقدار توضیح بده تا خانم نادیا بریم باهاتون دو مرتبه سوالای دیگر رو به ازتون بپرسیم. حتما. اولا که من واقعا متشکرم که به یاد من بودی پرویز جان. خواهش میکنم. شما با حالا شاید بینندگان عزیز خیلی هاشون ندونم که ما غیر از اینکه همکار هستیم، غیر از اینکه رفیق هستیم، ما تقریبا البته من هنوز مزد شما نیومدم، ولی شما یکی دوباری منت گذاشتید رو سر ما. خواهش می‌کنم. اینجا در خدمتتون بودیم، من خوشحال هستم بابت این رفاقت و خوشحال هستم که به یاد من بودیم بین این همه خواننده‌های خوب و که خودت هم خوب هستی سرجیک جان، خودت هم خوبی، بقیه هم خوب هستن، من همیشه با این دید نگاه میکنم، چون شما همه این یه کار تیمی بوده که همه زحمت کشیدیم اینجا و واقعا باید قدردانی بشه. بله من این اواخر الان 3 سالی بودن که وقتی بعد از ازدواجم رفتم اینجا نیستم، لس آنجلس نیستم، رفتم یونان، البته الان به خاطر این برنامه عید و اینا برای زمتا و یکی دو تا برنامه داشتم توی دوستان تگزاس اومدم اینجا، یه یکی دو ماهی یه ماهی در خدمت هستم برمیگردم، ولی همیشه همیشه چیزی که تو ذهن من بوده اینه که یک هنرمند قبل از اینکه بخواد صحبت بکنه یا بخواد تعریف بکنه راجبی دیگه کی شروع کرده کارشو، کی شروع کرده خوندن، همیشه به نظر من باید
تمام نکته اکثر توجه رو این باشه که یک هنرمند از کی میخواد الگوی باشه، الگوی خوبی باشه برای جامعه. چون وقتی ما داریم میخونیم چند نفر دارم میبینم ما رو، به هر صورت از این چند نفر یکی دو نفر امکان داره که ما رو الگو به قرار بدن و کارهای ما رو نظر داشته باشه. اینه که همیشه سعی من توی زندگیم، زندگی کاریم یا زندگی شخصی خودم این بوده که اگه یه نفر منو یه جایی میبینه و میره اون برتر، سب قدم میره اون برتر، یه انرژی بگیره، یه چیزی توی زندگیش فرق بکنه، یه حالتی باشه که تأثیری توی این فرد انجام داده باشم. اینه که توی کارهای خودم هم که همیشه میخونم همیشه انرژی بوده، سعی میکنم چیزی بخونم که یه تأثیری بذاره. مادر، پدر، خواهر، برادر، همسر، نامزد و اینا، یا چیزایی که ما همیشه توی زندگی ما اینا رو ما میبینیمشون. وقتی میبینیم اینا رو باید چیزی خونده بشه که اینا بهشون نشون بدیم که دوستتون داریم. من نمیخوام برگردم بگم که من 40 سال پیش خوندم و اینا، نمیخوام بگم که 35 سال پیش من آلبوم به زبان مادری خودم آلمانی انجام دادم. نمیخوام بگم که حدود 120 تا فقط اون موقع من آهنگ آلمانی که همین الانش توی بعضی از مجلس ارومنه توی ایران داره انجام میشه درست پخش میکنن. همه رو گفتم، میگم نمیخوام بگم، همه رو گفتم. نه نه اصلا واقعا باید بگیر سرجی جان، چون من میگم برجهت شما زحمت کشیدین، حالا گذشته از وقتی که گذاشتین، گذشته از به حساب اون مخارجی که هزینه هایی که دادین، درست میگم خانم نادیا؟ چون خانم نادیا هم خودشون از هنرمندای خوب ما هستن و میخونن. به خاطر همین نادیا رو من خوب میشناسم، یک دو برابر در خدمتشون بودیم. زنده باشه سرجی جان. علاوه بر این که حالا میشناسیم همدیگر رو، که شما خیلی آقا و نازنین رو با شخصیت هستین، خدا رحمت کنه مادر عزیزتون رو که چند بار با مادر من دیده بوسی داشتم و بغل کردن و ترانه شما که معرف مادرتون، اول از همه ترانه مادر که خوندین اصلا مادر شما معرفی شده و همه عاشق مادر شما هستن. ولی خوشبختانه من خیلی خوشحالم که در اون دو سه باری که ما ملاقات داشتیم در استدیوهای مختلف مادرتونم بودن، من مادرتون رو از نزدیک زیارت کردم، بغلشون کردم و چقدر ایشون مهربون بودن و اصرار میکردن اصرار میکردن که تو رو خدا بیا خونه ما. بگه من این سعادت نداشتم که به منزلشون برم، ولی خب همین که دیدمشون خیلی خیلی خوشحال بودم و انشاءالله که شما خودتون همیشه سلامت و موفق باشید. سرجی جان روحشون شاد باشه. اجازه بدید بریم یه دونه از کارهای دیگه، از کارهای قشنگ تو تماشا بکنیم ما هم دیگه، به نام گل ناز. من فکر کنم خودت هم دوست داری. گل نازی مثل خوشی بازی، برام لحظه به لحظه توی خاطر سازی. درسته. شب گل نازی مثل خوشی نازی، برام لحظه به لحظه توی خاطر شما. بریم با هم ببینیم این ویدیوشو، برگردیم اتاق فرمان آماده هستش. رو خط باشی ها سرژیکو، رو خط داریم با ما باشی، کانالا رو عوض نکنید و بشینیم بحث داغی داریم.
بذاره.